در حقیقت این نمونه ها و مثال هایی که زدید و ده ها مثال دیگه ما رو به این نزدیک کنه وقتی اینها رو مطالعه میکنیم که اینا رو میتونیم در دو دسته کلی قرار بدیم. دسته اول اون تلاش یا اون عملیات در حقیقت سانسور و فیلترینگ هست که به نوعی میشه گفتش که عمل روتینی که حکومت انجام میده. این کار توسط قوه قضاییه انجام میشه در دادستانی کل کشور. سالها خیلی از این مثالهایی که شما فرمودید رو جعفر منتظری دادستان کل کشور که جلاد اینترنت هست انجام داده و خب چند ماهی از مرداد ماه که جاشو داده به موحدی آزاد دادستان جدید و معاونت های فضای مجازیش عبدالصمد خرم‌آبادی، جواد بابایی، جواد جاوید نیا، اینها یک گروهی رو یک کمیته‌ای رو مدیریت میکنن که در افکار اون بهشون میگن کمیته فیلترینگ و در حقیقت اسمشون از کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه. 12 13 نفر هستن از وزارت‌های مختلف، از کمیسیون‌های مختلف مجلس، نهادهای مثل صدا و سیما، دور هم جمع میشن بر اساس گزارش‌هایی که میگیرن و بررسی‌هایی که تو اون جلسه بین خودشون انجام میدن یا سیستم‌های آنلاینی که دارن بر اساس حالا حرفایی که آذری جهرم میزده، اینا رأی میدن که یک سایتی فیلتر بشه، جوری جریان اطلاعات در مسیر گرفته بشه یا نشه. و هر کسی هم شکایت داره برای اینکه سایت فیلتر شدهش باز بشه باید مراجعه کنه به اینها. این یک مسیر روتین هست. افراد معمولا خب سواد جدی هم ندارن. چندین بار مثلا آذری جهرمی اینها رو مسخره کرده، گفته که سایت پیوندها رو براشون فرستادیم گفتن که این فیلتره. یک مسیر دیگری وجود داره که در مواقعی که در حقیقت فضای کشور امنیتی میشه، اونجا دیگه شورای امنیتی کشور وارد، این با شورای عالی امنیت ملی فرق داره. شورایی که با محوریت وزارت کشور و نهادهای نظامی شکل میگیره، نظامی و انتظامی شکل میگیره و در مواقع بحرانی مثل دی ماه 98 یا اتفاقاتی که پس از قتل جاویدان مهسا امینی افتاد، اونها تصمیم میگیرن عموما موقتا سرویس های امنیتی بسته بشه و بعد پرونده دوباره منتقل بشه به در حقیقت این کمیته تعیین مصادیق مجرمانه. حالا تصمیم هایی که اینها میگیرن برای اینکه سایتی فیلتر بشه یا بسته بشه، کی اعمال میکنه؟ وزارت ارتباطات. یعنی در وزارت ارتباطات جایی وجود داره اسم شرکت ارتباطات زیرساخت که گلوگاه اینترنت کشور هست و دستورات از این دو نهاد مختلف میاد اونجا تجمیع میشه و دسترسی کاربران ایرانی به سرویسی گرفته میشه. توجه بفرمایید که اینها به کنار مواردی بوده که هیچ کدوم از اینها دخالت نداشتن. مثلا در زمان تسلط آذری جهرمی بر وزارت ارتباطات خیلی اون گروه تمایل داشت که سرویسی مثل کلاب هاوس کار بکنه دچار اختلال فیلتر نشه، اما می‌دیدیم که اپراتورها که به اصطلاح خودشون سهامدارانشون حاکمیتی تر از وزارت ارتباطات بودن، یعنی شرکت هایی که تحت کنترل خامنه ای هستن، رفتن و کلاب هاوس رو دچار اختلال کردن. یعنی تمام این مسیرهای سانسور رو دور زدن و خودشون به هر حال اعمال سانسور کردن. میشه گفتش که اینها سه مسیر اصلی که دوتاش قانونی که بهتر بگم روال حکومتیه و یکیش هم که شفاهیه و ناشی از تسلط رهبر بر سایر ارگان ها.